آقای امیر فخری، با توجه به نزدیک شدن برقراری دوباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تا چه حد تشکیلات تشکل‌های ایرانی در واقع خارج از کشور میتونن در روند مخالفت‌ها در داخل مؤثر باشن؟ شما میدونید که آمریکا 18 اردیبهشت‌ماه از برجام خارج شد و اگه بخوام خیلی خلاصه و به سرعت بگم، نتیجه این خروج اثر اقتصادیش در ایران بالا رفتن قیمت دلار و یورو بود. یه چیزی 8000 تومان و بالای 10000 تومان. تحریم‌های ایالات متحده هم قراره که در یه دو تا دوره 90 روزه و 180 روزه اعمال بشه. اما نقطه عطف این تحریم‌ها، همونطور که آقای پومپئو هم در سخنرانیشون گفتن، به صفر رسوندن فروش نفت ایران تا 13 آبان ماه، تا 4 نوامبر هست. اگر این کار منتهی به، قاعدتا به صفر که نمیتونه کسی نمیتونه برسونه، ولی اگر کاهش شدیدی در فروش نفت ایران و درآمد نفت ایران حاصل بشه که منجر به اصطلاح تظاهرات گسترده مردمی در داخل بشه، برداشت من از سخنان آقای پومپئو این بود که اولویت با خواستای مردم ایران هست، رهبری با اونهاست، ولی جامعه و تشکل‌های ایرانی خارج از کشور، دیاسپورا، در واقع وظیفه تقویت نداهای داخلی رو، اعتراضات داخلی رو و رساندن اون از طریق شبکه‌های مجازی رو به عهده خواهد داشت.